درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 28 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه مدت 1.5 ساعت خدمت شما هستم. امروز اندکی وقت ما تلف شد در واقع رست کردن دستگاهی که لازم بود امروز باشد در تیوی که نشد. اجازه بفرمایید که ما اینجا یک سرود از گاتهای زرتشت برای شما بخوانم و بعد هم شاید یک غزلی از حافظ و بعد امروز تصمیم مخلص این هست که خطا رو باز کنیم، با شما هم وطنان صحبت کنیم در باب نوروز و چیزهای دیگر. میفرمایند ای هستی بخش یکتا، پرسشی از تو دارم. ببینید، عرض کردم پیش از این که کلید روشن فکری سؤاله. و زرتشت همواره با سؤال سروداش آغاز کرده. نمیگوید که من از جانب خدا آمدم، دیشب جبرئیل آمد اینها رو به من گفت و گفت برید فرض کنید که خانم فلانی رو بیارید برای من و فرمود که زنار مردم رو تجاوز کنید و اینها. اینطور نیست به هیچ وجه من از وجود. کاملا فلسفی میپرسد، پرسش میکنه، ای هستی بخش یکتا، پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه کسی ایمان به خدا و نیروی خدمت به برادران نوعی را در ما پدید آورد؟ چه کسی از روی خرد و فرزانگی احترام و محبت پدر را در دل فرزند نهاد؟ ای مزدا، من می پوشم تا در پرتو خرد پاک تو را، در پرتو خرد پاک تو را آفریننده همه چیز بدانم. در واقع ابتدا سوال رو مطرح میکنه و بعد در ذهن شنونده سخن زرتشت این سوال مطرح میشه و بعد اون میگوید من دوست دارم که در پرتو خرد پاک تو را آفریننده همه چیز بدانم. واگذار می کند پذیرفتن یا نپذیرفتن رو به شنونده. این سخنان در واقع بین سالهای شاید 700 تا 1200 سال پیش از میلاد گفته شده است. نشان می دهد انصاف در سخن و خردمندی و عمق اندیشه زرتشت رو که در پرتو این خرد و در پرتو این گونه نگرش به جهان شخصیتی مثل کوروش کبیر به دنیا میاد و مدنیتی مثل مدنیت ایران. اینا بنیادش از اونجا هست. یک آدمی مثل کوروش فقط از این فرهنگ میتواند بروز و ظهور کند. یک آدمی مثل گاندی فقط میشود که از فرهنگ هندو بروز و ظهور کند. اسلامی عزیز، حجاج ابن یوفوس، سیوسف ثقفی و آقای روح الله خمینی و فلان که رفقا هستن، از اینا میاد بیرون. از اینا بهتر نمیتونه بیاد بیرون. میسر نیست، زمینش نیست. اینجای ذهن پر از نفرت از مردمه، اینجاش پر نفرت از یهودیه، این طرف کلاش پر از نفرت سنیه، اون طرف کلاش پر از نفرت باهاییه، اون یکی پر از نفرت زرتشتیه. دین نفرته. گاندی ازش میاد بیرون، لینکلن میاد بیرون. ما تاریخ اسلام رو میشناسیم.
از ابتداش و خنجر شمشیر بوده و سربریدن، آخرین خلفاش هم از مستعصم بالله بوده، این حکومت اسلام بوده دیگه با افتانه سر خورده سال. بفرمایید ببینیم آدم های بزرگش چه کسانی بودند و در جهان چه اندیشه ای گستردند، جامعه به کجا رسید. اوج مدنیت زمانی بوده که قارت ها زیاد شده بوده، زمان هارون، زمان مامون و اندکی قبلش منصور، دیگه تمدن اسلامی به منتهای درخشش رسیده بوده، اینا منتهای قارت ها بوده. اگر ایرانی ها نبودن هیچی نداشت این اسلام، حداقل یه چیزی حدود 98% اون از کنن که معارکی که نسبت میدن نبود، هیچی، با هیچی اومد با هیچی میرفت. و ما امروز گرفتاریم هموطن عزیز، من و شما آهوهای بیابان، گورخرها، مرزابها، اسیر هستیم به دست اینا شیاطین هستن. از کلیل و دمنه نقل قول کردم بسیار، گفت اگر از پس اینها بر نمی آیید با اینها دشمنانه زندگی کنید. نماز عمود دینه، ان الصلاه تنهی عن المنکر والفحشاء. خیلی خوب، بسیار خوب. حج از فروع دینه، گوییم اول نماز، دوم روزه، سوم نمیدونم خمس، چهارم زکات، پنجم حج، ششم جهاد، هفتم امر به معروف، هشتم نهی از منکر. بله، امروز ما بایستی کم فاصله بگیریم از اینا، چون این رسوم شیاطینه. اینها درست نمازه، درست حجه، اما نمایندگانش اینها هستن. ما هرچی میتوانیم بایستی از این کارا کمتر بکنیم، این آخون رو انقدر دعوت نکنیم در این مراسم سنتی، آخون رو بشود شد حذفش کنیم. مثل نازی ها میمونن، نازی ها هم یک حزبی بود، ایدئولوژی داشت، فلسفه داشت، عرض کنم که لباس های مخصوص داشت. اونا که نازی نبودن فاصله گرفته بودن، اون علامته رو نمیزد، دائم در فکر این بودن که چگونه از شر اینها خودشون خلاص بکنن. خب، حالا برویم سراغ پیغمبر جدید، باز میکنیم ببینیم که چه فرمود. بله، فرمود دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. چه سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود. اون نافه مراد که میخواستم ز بخت در چین زلف اون بت مشکین کلاله بود. از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود.
در آستان میکده خون میخورم مدام، روزی ما ز خوان قدر این نواله بود. هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود. رساله میدونی که به قول اینجا یا کنوتیشن بحوای مذهبی داره. عوض بخوام. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود. اون شاه تون حمله که خورشید شیرگی، پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. در تعابیر عرفانی و عاشقانه حافظ نظیر ندارد، اما خب ذهنیت حماسی در اینجا مفقوده، لازم هم نیست که باشه. بنابراین اون جایی که به حماسه میزند بیت ضعیف میشه. این غزل یک شاهکاریست جز بیت آخر. اون شاه تون حمله به خورشید شیرگیر، پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. حافظ حافظوار نیست، در حد اون ابیات نیست، به جهتی که ذهنیت حماسی در حافظ نیست، لازم هم در صحنه هم نیست، لازم نیست که باشه، کارها کار دیگری است. بله، حالا اینجا میگوید در رهگذار باد نگهبان لاله بود، به چه معنی است؟ ما از عصر حجر آمدیم تا عصر امروز، یعنی محیط ایران در 60 سال پیش، خصوص در ده 60% جمعیت اونجا بود و مثل قرن چهارم بود. لاله چه بود؟ لاله عبارت از یک چراغی بود، میامد پایه زیبایی داشت، شیشش مثل لاله درست شده بود، این گل لاله، و یه تکیله داشت نفتی، گفتن لاله ها رو روشن کنیم، خیلی هم نور قشنگی داشت. اشاره به اون هست. امروز دیگه لاله در خانه ها نیست. هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باغ نگهبان لاله بود. یک مطلب دیگر اینجا بود، نواله. بر آستان میکده خون میخورم مدام، روزی ما ز خوان قدر این نواله بود. نواله خمیر و چیزا گرد میکردن کاملا مثل توپ، و معمولا به سگ نواله میدادن. یا در روزگاری ما بیاد داریم که نواله گفته میشه، البته نواله معنی گستره تری هم داره، اما در روزگار ما یه منحصر شده بود به همون خمیر گردی که خب خدمتتون عرض کنم. یک خبر هولناک بنده شنیدم، به اون این که از روزگار استقرار جمهوری پربرکت اسلامی تا به امروز 800 هزار نفر هموطنان ما در تصادف اتومبیل کشته شد. از 190 کشور ایران زمین ما یکی به آخر، 189
نظر کشتار در جان مردم مفت و مجانی به رد دست می. چون جاده نده. البته در یک تصادف وقتی یک کسی را میفته و این ماشین رو میذاره توی دنده و را میفته، چند عنصر عامل کار کلیت این فرایند آپریشن، یکی راننده است، یکی کیفیت اتومبیل و چرخاش و ترانسمیشنش و وضعیت ترمزش و این هاست، یکی هم جاده. پس راننده اتومبیل جاده. اینکه ماشین های آلمانی بهترین ترانسمیشن و بهترین وضعیت چرخ و ترمز و پیچیدن سر چیز جاده رو دارن، به لحاظ این است که اونجا سرعت آزاده و اتوبان های آلمان از روز زمان هیتلر که هیتلر بانی این اتوبان ها بود، چون وقتی خواست که حکومت هزار ساله رایش رو بساز، رایش سوم، گفت ما باید جاده بکشیم به همه، اتوبان بکشیم به همه نقاط این امپراتوری، و فنی ترین جاده ها رو مهندسای آلمان ساختن که در سرعت های بالا فرض کنید جاده داره چه زاویه‌ای باشه، سر پیچ ها جاده چگونه باشه، متناسبش ترانسمیشن و ترمزا و اینها رفته رفته به کمال رسید. آقای آیزنهاور، جنرال دوایت آیزنهاور، فرمانده متفقین، یعنی فرمانده کل قوای متفقین، وقتی که وارد آلمان شد سواری جیپ بود، جیپ های ویلیس که میدونید جیپ های جنگ رو بود، نگاه کرد تعجب کرد از این جاده، تعجب کرد و نگه دار به راننده، پیاده شد، قدم زد، نگاه کرد، هم تعجب کرد هم حظ کرد. این در ذهنش ما. وقتی آمد رئیس جمهور شد، پروژه Interstate Highways او ریخت، یعنی جاده‌هایی که ایالات امریکا رو به هم متصل میکنه، قبلا نبود، جاده 80، جاده 40، جاده 70، می‌بینید از شرق به غرب کشیده شده به طول قریب 3000 کیلومتر صاف. فنی البته هیچ کس نیامد مجسمه‌اش بسازه بذاره جایی دیگه که آیزنهاور جاده می‌کشید. چه میزان جاده پس اول جاده است. در کشور ما جاده نداریم، جاده همون برای خنده خوبه. یه پروژه میریزن یه جایی، یه بودجه، آقا یه جاده بکشیم به مشهد. یعنی یه کسی اگر به نقشه ایران نگاه کنه میفهمه این کشور اقتصاد نداره، چون جاده ها نماینده این هستن که این کشور اقتصاد گسترده‌ای داره یا چیزی نداره. هیچ. سیخکی یه 800 مایل راهن داریم از جنوب به شمال که یک پنی ارزش اقتصادی هرگز نداشته برامون. یه جاده باز از جنوب داریم به شمال میره تا تبریز، یه جاده داریم به خراسان، اون هم از قتلگاه های معروفه، جاده نده. بعد میخوام بسازم، سیمانش میدوزم، گیرش میدوزم، نمیدونم از زخامت اون سمنتی که باید بریزن کم میکنم، تنگش میکنم. سپاه پاسداران میخواد جاده سازی بکنه،
یه جا هست که میره بعد به مشهد، یه پیچی نزدیک شاهرود یه جایی مرتب داره تصادف میشه، مرتب داره ماشینا چپ میشن، مرتب دارن قطع نخاع میشن. یه مادر که دخترش همونجا ماشین چپ شده بود و برده بودنش در همون، یه دانشکده پزشکی درست کردن که مرده ها رو جمع کنن از این جاده تله انداختن ببرن اونجا بزنن مثلا معالجه کن. این یه. دو، این که این اتومبیل هایی که در ایران ساخته میشه یا میارن میساختن، من شنیدم بعضیش خود به خود آتش میگیره، بعضیش اگه یه کامیون از کنارش رد بشه بوق بزنه دراش قفل میشه. داستان اون پسر رو گفتم که مادرش گذاشتش به آهنگری، 5 دقیقه موند و فرار کرد از دکان آهنگری. گفت مادر چرا در رفتی؟ گفت آهنگری کاری نبوه، دراز سکنی سیخ بوه، پهن سکنی بیل بوه، تو ماشین سازی کاری نداره که، ما میسازیم. خود به خود منفجر میشه، میپیچی چپ میشه. خیلی زیاد ما شنیدیم این چیزها در باب این چیزها که در ایران میسازن، این اتومبیل. اینجا میگوین death hole به این چیزها یا death trap. سوم، بس اول شرایط جاده، دوم وضعیت فنی اتومبیل. خود اینجا یه بار مخلص یه ماشین کرایسلر داشتم، ماشین آمریکایی کرایسلر، و ریش پرخون حبیب ابن مظاهر بیشتر از 5 مایل در ساعت نبود. این شهر مهمی میرفتم خیلی خیلی آرام، وارنگی شده بود، لحظات اول بود، چراغ قرمز شد، من آرام ترمز کردم، این ماشین دیوانه شد، شروع کرد به اطراف خود چرخیدن، چندین چرخ زد رفت اون طرف جهت عکس. من از این بر میمدم ماشین از بر، کسی اونجا نیومد ماشین بگرده میمدیم و شاخ به شاخ شد 5-6 مایل. من متعجب شدم از این صنعت و فن کرایسلر با ماشین سازیش. ولی ماشین آلمانی سوارشی و هر سرعتی ترمز کنی مثل که زمین رو چنگ میزن، چرخهای شکلش عوض میشه، بعد شروع میکنی صدای بیاد که این مرتب میگیره و این رها میکنه. هزار چیز فنی عرض کنم که ساختن برای اینکه در مواقع خطر این کار عجب غریب نکنه به کشتن بده. عنصر سوم هم شخص راننده است. این سری 80 راننده ایرانی نمیدانن که این ماشین ابزار پل پوز دادن نیست بابا، این وسیله حمل و نقل ترانسپورتیشن، از اینجا بری به جای دیگه. اتومبیل هر کسی هم شما تو آمریکا نگاه کنید متناسب با درآمدشه. سال 74 بند اومد آمریکا، این خیابان 14 و 15 و 16 در واشنگتن محلی بود که برادران رنگین پوست ما اونجا بودیم. خونها خیلی فقیرن ولی کانتیننتال های عظیم جلوی خونها پارکه. بعد پرسیدم داستان چیه؟ گفت این داستان یه ماه هست، 2 ماه قسط اولشو میده پول نداره بده. بعد جرد از قرار رو میبینید که میان دارن اینا رو تو میکنن میبرن کمپانی فروخته،
فقط اون این کارو میکرد. ولی بر روی هم هر کسی به اندازه بودجهش و به اندازه شغلش، به اندازه درآمدش تقسیم بندی میکنه، ببینه چه ماشینی متناسب با وضعیت اقتصادی. ما دوست داریم قرض کنیم چیزی پوز بدیم، فکر میکنیم که مثلا آهن برای پوز دادنه. خب این آهن چهار تا چرخ چیزی برای پوز دادن نداره. یه عده از ما هم این وسیله رو با خر و اسب و اینها اشتباه گرفتیم. بعدی ما یارو که اسبش تندتر میرفت، یارو میزد از کنارش رد میشد، این بهش توهین میشد. تو خیال میکنی که اسب من اسب توی سر بگیر که اومد. اتوبوس ها رو ما سوار میشدیم، حتما هنوزم همینطوره، اتوبوس پر مسافر داره میره، یه اتوبوس دیگه از این جلو میزنه با 40 تا مسافر، این آقا بهش بر میخوره، میگن خرت به خر ما نمیرسه، گاز میر و از این دوتا اتوبوس توی جاده تنگ بوخ بوخ فلان اینا که این از اون جلو بزن. این ذهنیت خرسواری مونده. ۸۰۰ هزار نفر کشته، در 30 و چند سال، قریبا سالی قریبا 300 هزار نفر تو این جاده ها بمیرن بابت تصادم. خیلی 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 و گردن دولته. اینها عمدتا بر گردن دولته. کنترل اون راننده که داره پوز میده جایی که 40 کیلومتر 80 کیلومتر جرائم سنگین بذارن کسی رو نمید. وضعیت جاده گردن دولته، ولی پولا میره میره پیش عرفات، حالا میره پیش نمیدونم اون اسدالله روسر اسد، میرن جاده نده. براتون عرض کنم که از بقای مهم دالاس اینکه جناب استاد علیزاده در شهر بودند و کنسرتی داشتند. ما عرض کنم که فیض حضور در واقع نصیب ما نشد. آقای علیزاده از استادان تراز اول موسیقی ما هستند امروز و صاحب شخصیت هستند و همدلله اول من نه تا به امروز اسیر آخوند نشدند، تسلیم آخوند هم نشدند. ما نشنیدیم که ایشان چاپلوسی بکنند به درگاه این رژیم و خودشون رو نزدیک کنند یا سعی کنند که نزدیک کنند به این درگاه جهنمی. بله آقای علیزاده خب شاگرد قدما هستن و بله این فن استوار، آهنگای خیلی خوب هم ساختن، سبکی دارن برای خودشون در نواختن که حتما بسیار خوب هست، حتما هم بسیار جالب هست. در زمینه فن و مکانیک ساز این دو استاد بی نظیر بودند، یکی مرحوم لطفی بود، یکی هم جناب علیزاده هستند. من شخصا چیزی نفهمیدم از ساز این مرد بزرگ، این موسیقیدان بزرگ، من هیچ نفهمیدم. بسیار سعی کردم و کوشیدم در تنهایی، شاید ما دقت نمی کنیم شاید، اما نفهمیدم چیزی، چون نوازنده یک ساز
ارائه کننده یک موسیقی یک ملت در همون دو مضراب اول معلوم میکنه که این موسیقی ایرانی است، هندی است یا ترکی است، ارمنی است یا غربی است. فرض کنید که نوازنده میخواهد یک چیزی در دستگاه همایون مثلا، در همون چند مضراب اول این باب همایون باز میشه بر شخص شنونده که خاص همایون است. اون فضا توصیفشم مشکل است. حالا بنده بشینم میدونم بگم چی بود. مرحوم خالقی این کار کرده، استاد روح الله خالقی، در واقع وضعیت تجسمی این دستگاه ها رو توصیف داده. مثلا میگوید شور رو بایستی شب مهتاب در کنار جوی آب در یک باغ مصفا شنید، بیشترین تأثیرش در اونجاست و بعد توصیف ها. یا فرض بفرمایید که ولایت خان استاد بزرگ موسیقی هند و همون سیتارش که دست میگیره در همون لحظات نخستین شما میدونید که یک موسیقی کلاسیک هندی داری میشه. هنرمند بزرگ موسیقی در یک فرهنگ مفسر فرهنگ اون کشور است، فقط نوازنده نیست. یک شخصی که به درجه استاد جلیل شهناز میرسد چون دیگه نوازنده نیست، بسیار فراتر از نوازندگی است، مفسر فرهنگ است. شما زیبایی های ایران زن، زیبایی های زنان ایران زن، غم و رنج و درد مردم ایران زمین، شکوه و بزرگی ایران زمین رو در ساز جلیل شهناز می دیدید. درک می کردید. باید بدیم رج باشد یا نه استاد کسر. باری ما در واقع محترم می‌داریم این مرد بزرگ رو، سبکشون هست و حتما طرفداران بسیاری دارد. یک بدآموزی هم در این کلاس‌های موسیقی شد بعد از انقلاب که خیلی بد بوده، یعنی فارغ التحصیلان اون دورا تفاوت خوب و بد رو نمی‌فهمن، خیال می‌کنن که مثلا کار مکانیکی خیلی چیز خوبی است. کار کامپیوتر هم میکنه بابا جان. شلوغ بازی یه مسلسل نیست که فکر کردن که انقلاب شده این کار هم کلاشینکوفه. بابا این کاره به یه دلیلی ساخته شده. این یه آلتی برای بیان روحیات و نفسانیات این مردمی که بهش مردم ایران میگویند. مزه خاص خودش رو داره، فضای خاص خودش داره. بگذاریم حکایتیست. این آقای ساندرز مرد بزرگیست، من بهش میگم گاندی آمریکا. ساندرز یهودیست، یهودی ها اقلیتی هستن در آمریکا، اما هیچ کس نیومده بگوید که آقا یه یهودی میخواد بیاد حالا به ما حکومت کنه، اینا کفارن.
این مرد سناتور، همه داراییش میگویند حدود 400,000 دلار. مردی است نیک نفس، بزرگوار و انسان به تمام معنی. مردم هم اینو تشخیص دادن. حالا رقیب خانم کلینتون شده. البته اولین کسی است با آوای بلند میگوید که من سوسیالیست هستم، در واقع سوسیال دموکرات. در قطب بزرگ سرمایه داری جهان چنین چیزی گفتن کار آسانی نیست و بسیار مشکل است که ثروتمندان بزرگ خوشحال باشند از آمدن مردی مثل سندرز. صحبت خودمان رو باید بکنیم. که تعصب بر همه چیز ما حکمرانی میکنه. هنوز یک نفر نیامده بگوید که آقا این آقا یهودی است. چرا؟ به جهت اینکه این دین از حکومت جدا بایستی بشود. یک دیوار پولادینی باید کشیده شود. آخوند باید برود دنبال کار خودش. اگر میخواد آبروی برای دینش باشد بماند، بایستی برود به دنبال کار خودش. این دین اسلام در ایران داره آبرو بود. امروز بی آبرو شده، در واقع منفور شده. اسم اسلام که میاری مثل این است که یک چیز منفوری رو شما داری بهش اشاره میکنی. شلاق داریم میزنیم به نام اسلام، تعذیر داریم میکنیم، اونجا داریم قصاص میکنیم. چی میکنیم؟ بس برگرده تو مسجد. هیچ چاره هم نیست، هیچ راهی هم نیست جز این که دین برگرده سر جای خودش، احترامش هم سر جاش باشه. گرچه دیگه در ایران احترامی نداره. این هم از داستان. و من در این شب نشسته بودم نگاه میکردم به همین بمبگذاری ها و اینا، میدم قاره آمریکای جنوبی، کشورهای آمریکای جنوبی، زندگی شاد و آزاد و خوشی دارن در کنار این سواحل. نگاه کنیم این بریزیلیا دارن در حال رقص هست، کولومبیایی ها، نمیدونم آرژانتینی ها، شیلیایی ها، خبری نیست از بمب و نفرت و سربریدن و این چیزا. فقط خاص خاورمیانه است. ببینید چه مایه زشتی و چه مایه حرکات ضد بشری و چه مایه جنایت اینجا بوده در چند هزار سال. همش هم بخش عمدهش هم به گردن دین بوده. کدام جانوری چنین کاری میکرد که یه بمب ببنده به خودش بره توی بازاری، توی بند عمومی، آدم ها دارن گذر میکنن، خرید میکنن، پیرمردان، زنان بازار، بچه های کوچک، بمب رو منفجر کنه. چه کردی؟ رافضی ها رو کشتن. امروز 40 رافضی، یعنی چیه؟ خوشتم اومدن. نو برعکس. خب عرض کنم که من خواهش کردم که تلفن رو باز کنند سپر گرامی در این وقت باقی مانده با شما هموطنان صحبت کنیم، ببینیم که نوروز چگونه گذشت و مطالب دیگر، سوالی چیزی، صحبتی
مکتبی هست در خدمت شما هستم در وقت باقی مانده با هم صحبت کنیم که من اینجا دائم متکلم رفته باشم درست نیست باز بعض اوقات خط رو باز کنیم شما بزرگواران هم تشریف بیار روی خط بفر به بابا هلو درود بر شما قربان عید شما مبارک بفرمایید خواهشی دارم از حضورت یه سوالی داشتم بفرمایید سوال من فقط در حد سوال هستش فقط سوال با توجه به مدارک و اسناد و عکس ها و فیلم هایی که از اواخر دوران قاجار موجود هستش فقط در حد سوال هستش بله گذر از قاجار غیر از با رفتاری که رضا شاه داشت قضیه بود مثلا برای مثال کشف حجاب آیا بوند نمیدید خوبی بود یا بد بود اصلا کاری به این کار ندارم و مثلا میشد کشف حجاب رو به رأی گذاشت با اون تفکر که مثلا در اواخر قاجار ملت ایران داشتن از تلویزیون گوش میکنم اجازه بدید یه بار دیگه بخش اول سوالتون تکرار کنید. با توجه به مدارک و اسناد و عکس و فیلم هایی که از اواخر دوره قاجار موجود هست گذر از قاجار آیا غیر از رفتاری که رضا شاه داشت امکان پذیر بود یا خیر؟ گذر از قاجار گذر از قاجار از چه چیز قاجار عزیزم؟ سلطنت قاجار و اون رفتاری که رضا شاه در یه حکومتش داشت. آها آها نمیدونم تو الان مفهوم بود یا خیر. بله بله متوجه شد. ممنونم قربان شما قربان شما بله ممنونم قربان شما. عرض میکنم که گذر از قاجار زمانی به وقوع پیوست که ملیون با سوار و سپاه آمدن به تهران و تهران رو تسخیر کردند. آخرین شاه مستبد قاجار محمد علی میرزا بود گریخت رفت به سفارت روس اونجا منتقل شد به روسیه بعد برگشت 30,000 نفر هم آدم جمع کرد که برگرد تهران رو بگیره ملیون در تهران بودن مجلس تشکیل شده بود او رو شکست دادن یبرم خان جنرال فرمانده تمام این جنگ ها بود یک مرد بزرگ یک جنرال بزرگ ارمنی بود سرنگونش کردن بعد سالار دوله بود شاه دوله بود اینا هم دادایی پادشاهی داشتن اینا هم در دست نیروهای ملی شکست خورد بنابراین قاجار رو کنار گذاشتن و حکومت مشروطه پادشاهی رو برقرار کرد این بود گذر از قاجار و احمد شاه که فرزند محمد علی میرزا بود شد پادشاه مملکت و پادشاه دموکراتی بود مطلقاً و ابداً ما یک چیز استبدادی از احمد شاه قاجار نشنیدیم پشت بهش زیاد میدادن یه رو نامه می نویسه خواهش میکنه که به روزنامه ها بگیم کمتر به ما توهین کنن معتقد بود که این مجلس باید محترم باشه و قانون باید محترم باشه در موضوع عرض می شود که قرارداد 1919 ایشون در انگلیس بود چند تا لرد هم آمده بودن مقابلش اتاق گرفته بودن که او رو دعوت کرده بودن که برود کاخ بوکینگهام و از او خواستن که پشتیبانی بکند از قرارداد 1919 یعنی فروختن مملکت بود به
تو انگلیس. و سر میز شام همین احمد شاه که به بی‌ارزگی معروف است بلند شد و گفت کشور من کشور دموکراتیکی است، تصمیم رو ملت میگیره از طریق مجلس و من کاری نیستم جز یک پادشاه مشروطه. یکی از حضار میگوید شنیدم که یک لردی یک فحشی به دموکراسی داد. اینا تصمیم گرفتن که این دموکراسی رو براندازن، گفتن این به درد ما نمیخوره. اینها آمدند و کودتا کردند. کودتا کردند و از کنم داستانشون که یک قدرت بزرگی در مرکز به وجود بیاورند که بتوانند کارشون انجام بدن. در باب رضا شاه فرمودی چند دوره داره مرحوم رضا شاه. دوره اول، دوره سردار سپهیش، دوره نخست وزیریش و دوره پادشاهیش. رضا شاه مرد بسیار بسیار لایق با ارزه‌ای بود، با اینکه مدرسه نرفته بود و اینها مدرنیته رو میفهمید، میدید این بدبختی و بیچارگی مملکت و حجاب و اون عقب ماندگی ها و اینها. تعدادی از دانشمندان و سیاسیون کشور مشاورین رضا شاه بودند، مثل دولت آبادی، دکتر مصدق، مشیر الدوله، مصطفی الممالک. اینها شب جمع شدن، رضا شاه می آمد، نظر می خواست. مردم خواستار تغییر بودند. بنابراین این قضایا رو با ایشون در میون میذاشتن، رضا شاه هم عمل میکرد زیر سایه قانون. یک سفیر خارجی میپرسد آقا شما که خارج نرفتید از کجا این کارا رو میکنید؟ اینها میگوید ما آدم هایی داریم که اینها تحصیل کرده هستن، اروپا دیدن، مدارس دیدن، اینها به ما میگوین، ما هم انجام. در باب حجاب که فرمودید، بله همین چادر چاقچور بود و اینها. رضا شاه آمد این حجاب رو برداشت، حجاب رو برداشت و به نظر من کار خیلی خیلی خوبی بوده. منتها یک گرفتاری ما در انجام این کارها داشتیم و باید بپذیریم، و اون این که از طریق قانون انجام نمیشد. در ترکیه از طریق قانون انجام میشد، یعنی هرچی به ذهن آتاتورک میرسید فکر میکرد با قانونداران در میان میگذاشت، بعد میبرد به مجلس اعلای ترک، اونجا قانون میشد، وقتی قانون میشد اجرا میشد، مثل برداشتن اون کلاهای اون عثمانی و اون لباسا و اینها. اینا از طریق قانون میشد، در کشور ما از طریق امریه میشد. این است که ضمن این که این کشف حجاب کار خیلی خیلی چیزی بوده، اما از طریق امریه شد و بعدم آخونده باز اومدند و حجاب را آوردند. و رضا شاه عرض کنم که تا اونجایی که به وضع ظاهری مملکت هست، عرض کردم ما یک ایران شناس داریم به نام آرتور کریستنسن، به فاصله 15 سال آمده و رفته. میگوید وقتی برگشتم ایرانی شکل دیگری شده بود، از راه ها و ساختمان ها و کارها سازندگی ها که در زمان رضا شاه شد. در اینا هیچ گونه تردیدی نیست، اما به قیمت دموکراسی ایران شد. در اون دوره ما
قانون رجعی که در قانون اساسی بود اجرا نمیشه و خب قدرت عرض کردم دست هر کسی بیاد گرفتاری ها هست در این چند سال دوره آخر حکومت رضا شاه مشکلات خیلی زیاد شد بود مشکلات هم بود به جهتی که دیگر قانونی در کار نبود چی گفتین سه پرژن نشنیدم بله فرمودن که وقت ما تمام شده و بایستی که با شما خداحافظی کنیم در این باب باید بیشتر صحبت کنیم چون یک بود نداره در این موضوع که شما فرمودید خب پس گفتن که برنامه تمام شد تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنیم و سپاس از سپر و سپاس از شما درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزاد